با درود به بینندگان برنامه مانگا و آهورا. در این برنامه درباره واژه‌های جزیره و خلیج سخن خواهیم گفت. خب همه فکر میکنن که این واژه‌ها واژه‌های عربی هستند و از عربی وارد فارسی شدن، ولی ما در این برنامه نشان خواهیم داد که این واژه‌ها واژه‌های فارسی هستند و برای اینکه گفتار بهتر روشن بشه و بهتر فهمیده بشه، در رابطه با گفتار ما یکی دو نکته را یادآور میشویم و به آنها میپردازیم. بخشی از کردا هستند که به اونها میگویند گالواخ. گالواخ هم نام یک منطقه است و هم نام گروهی از کردا هستند و هم به گویشی که این کردها با آن سخن میگویند، به این گویش هم میگویند گالواخ. در این گویش برخی از واژه ها که الف دارن عین بیان میکنن، مثلا به آسمان میگویند آسمان، و یا برخی از واژه ها که دارای واژه که ه هستن، ه دو چشم، این گویش ه بیان میکنه. مثلا به هنر میگویند هنر، یا به هر میگویند هر، به هر کس میگویند هر کس، و یا اینکه به قرآن میگویند قرآن، ولی بیشتر مردم کرد به قرآن میگویند قرآن. اینو من به خاطر این آوردم که نشان بدهم که اینها گویش هستن، زبان هستن. حالا برخی ها که اسم خودشونو دانشمند زبانشناس گذاشتن میگوین که آره این واژه‌ها تبدیل شدن. در اینجا اصلا تبدیل شدنی نیست، این زبان گویش مردم با آن سخن گفتن هزاران سال پیش. زبان که فاز برق نیست که 120 ولت تبدیل بشه به 220 ولت، یا فیزیک نیست که انرژی حرارتی تبدیل بشه به انرژی مکانیکی. اینها گویشند. و اما واژه‌ای هست به نام قرن. خب همه شما با نام قرن آشنا هستید. در زبان فارسی قرن یک معنی میدهد و آن هم یعنی صد سال، صده. اما در زبان عربی قرن هم یعنی صده و هم یعنی شاخ. خب حالا شاخ به صده چه ربطی دارد معلوم نیست، ولی چرا قرن در زبان عربی معنی شاخ را به خودش گرفته است؟ خب این یک مسئله تاریخی است که چرا این واژه چه سبب شده است که واژه قرن معنی شاخ را به خودش بگیرد. و همچنین واژه‌ای هست در عربی قرین. قرین، مصدر قرین همون قرنه. خب قرنم خب یعنی صده و یعنی شاخ، در حالی که قرین به معنی همسر به کار بردن. قرین یعنی همسر. خب همسر چه ربطی به شاخ و صده دارد؟ و یکی دیگه از این واژه ها مقرونه که باز هم مصدرش قرنه. مقرون یعنی نزدیک. این واژه را ما در فارسی گاهی اوقات به کار میبریم، مثلا میگیم مقرون به صرف است، یعنی نزدیک به صرف است. خب نزدیک، مقرون معنی نزدیک رو میده و مصدرش هم قرنه. قرنم یعنی صده و معنی و یعنی شاخ. خب نزدیک چه ربطی به صده و شاخ دارد؟ یکی دیگه از این واژه ها قارنه که در عربی به معنی پیوستگر معنی کردن، یعنی یک کسی که دو تا چیز رو به هم دیگر می پیوندد. قرنم مصدرش قرنه. قرنم یعنی صده و یعنی شاخ. خب پیوستگر چه ربطی به شاخ دارد؟ و همچنین واژه دیگری هست به نام قارون، ولی خب کسی معنی اینو نکرده، ازش گذشتن، ولی نام یک نفر بوده، قارون. و همچنین یک واژه دیگری هست به نام ذوالقرنین.
این واژه در قرآن هم آمده. در قرآن سوره کهف آیه 83 این واژه ذوالقرنین سالها صدها سال پیش از محمد و پیش از اسلام در میان عربا بوده، ولی خب معنیشو نمیدونستن و چون معنیشو نمیدونستن خب معلومه هر کسی براش یه معنی تراشیده، تا اینکه محمد به پا میخیزه و میگه که پیغمبره. عربای مکم ازش میپرسن خب اگه تو پیغمبری بگو ببینیم که ذوالقرنین چه معنی میدهد، چون این واژه براشون مهم بوده که این ذوالقرنین چه معنی میده. خب محمد هم معنیشو نمیدونسته، چیز خیلی طبیعیه، چون هیچ کس نمیدونسته محمد هم نمیدونسته. محمد به الله پناه میبره، الله هم براش یک آیه میفرسته، آیه 83. در این آیه میگوید و یسالونک عن ذوالقرنین یا ذوالقرنین، یعنی از تو درباره ذوالقرنین میپرسن که چیه، این چه معنی میده. بعد جواب میده قل سأتلو علیکم منه ذکرا، یعنی جواب پرسش شما را در آینده خواهم داد. الله هم ندونسته معنی ذوالقرنین چی هست و به معنی اینو به آینده واگذار کرده، در آینده هم معنیشو نمیگه. عربا میگوین خب قرن یعنی شاخ، قرنین هم یعنی دو شاخ، ذوالقرنین یعنی دارای دو شاخ. خب این حالا یه داستان هم براش درست کردن، آره این نام یه نفر بوده که دو شاخ داشته، آدم خوبی بوده و نمیدونم چی، در حالی که انسان که شاخ نداره، شاخ بز داره، گوسفند داره، گاو داره، از این جور چیزا شاخ دارن، انسان که شاخ نداره که دوتا شاخ داشته باشه یه انسان. و یا اینکه در داستان شاهنامه، در داستان رستم و دیوسفید، دیوسفید دوتا شاخ داشته، حالا شاید به این دیوسفید چون یک داستان افسانه‌ایه میشه گفت ذوالقرنین که دوتا شاخ داشته، ولی خب انسان که شاخ نداره، ولی براش معنی ساختن، برای اینها هم معنی ساختن. حالا خیلی ها فکر میکنن که اینها بله یک واژه های عربی هن، خب عربا بهتر میدونن، در حالی که نه، اگه عربا میدونستن که ذوالقرنین رو معنی میکردن یا قارون رو معنی میکردن. یکی دیگه از این واژه ها که مسترش قرنه، قرانه. خب قران در فارسی پیشتر به ریال میگفتن، در زمان قاجاریه به ریال میگفتن قران، و همچنین در برخی از گویش ها هنوزم به ریال میگوین قران، به ویژه در گویش کردی. اما این قران هم در زبان عربی هستش، در زبان عربی این قران رو به معنی بازم نزدیک به کار بردن، ولی خب مسترش قرنه، قرنم یعنی سده و یعنی شاخ. خب نزدیک چه ربطی به شاخ و سده دارد؟ و اما بر حسب اتفاق یکی از روستاهای نزدیک سنندج نامش قرانه. خب چرا نام این روستا قرانه؟ در کردی نام این روستا معنی داره، ولی خب معنی نزدیک رو نمیده، ولی نامش قرانه. همچنین همین واژه رو قران قرآن میگن، یعنی به جای ق قو میگن قرآن، و همچنین قران هم میگن، یعنی به جای ق ق میگن قرآن. و قران نام روسا نیست، به نام روسا نمیگن، فقط قران نام روسا هست، ولی این واژه های قران و قران هم هستن و اینها معنی خودشونو دارن در زبان کردی، ولی در زبان عربی قرآن هیچ کس تا حالا نتونسته براش یه معنی درست و حسابی بکنه. چرا؟ البته خیلی ها کوشش کردن که براش معنی درست کنن، یعنی این یعنی اون، ولی اینها نتونستن، زبان شناسان هم نتونستن، اونایی که اسم خودشونو دانشمند زبان شناس گذاشتن اونا هم نمیدونن که قرآن یعنی چی.
به هر حال من نمیخواهم به معنی این واژه ها بپردازم، اینها را برای این آوردم، برای اینکه گفتار روشن بشه که این گویش ها هستن که واژه ها رو تغییر دادن، نه اینکه مثلا این واژه ها تبدیل شده. و همچنین مهمتر از همه واژه هایی هستن که مشترکن. این نیست که یه واژه‌ای از یه واژه از یه زبان دیگری وارد زبان دیگری شده باشد. زبان انگلیسی خب یک زبان بین المللیه که همه جهان با زبان انگلیسی سخن میگوین، ولی خود استادان زبان انگلیسی و زبان شناسان میگوین که زبان انگلیسی لنگوا فرانکا است، یعنی یک زبان آمیخته است. یعنی چی؟ یعنی بخشی از این زبان از آلمانی گرفته شده، بخشی از فرانسوی، بخشی از ایتالیایی، بخشی از لاتین، بخشی از یونانی، بخشی از نمیدونم از کشورهای اسکاندیناوی. در حالی که اینا اشتباه میکنن، واژه هایی که در یونانی هست و در انگلیسی هست در واقع واژه های مشترکن. این نیست که از یونانی واژه‌ای وارد زبان انگلیسی شده باشد، این زبان خودشون بوده از هزاران سال پیش. مگه میشه یک گروه از مردم با زبان انگلیسی صحبت بکنن، سخن بگن، بعد واژه نداشته باشن، برن این آلمانیا رو گیر بیارن، یه چند تا واژه از اینا رو بگیرن بچپونن تو زبان خودشون، ایتالیایی رو گیر بیارن واژه های ایتالیایی ها رو وارد زبان خودشون بکنن، نمیدونم یونانی ها رو گیر بیارن واژه های یونانی رو وارد زبان خودشون بکنن. همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. این زبان خودشونه و این واژه هایی که در انگلیسی و در آلمانی هست در واقع واژه های مشترکن. واژه هایی که در زبان انگلیسی و در زبان یونانی هست واژه های مشترک بین زبان انگلیسی و یونانی است. اینطوری نیست که این واژه از یونانی وارد زبان انگلیسی شده باشد. در مورد مثلا واژه های مثل قرآن هم همچنین این واژه ها مشترکن، ولی اگر بخواهیم از وارد شدن و وارد کردن این واژه ها سخن بگوییم، در واقع این واژه ها کردی هن که وارد زبان عربی شدن، زیرا در کردی قرآن معنی میده، قرآن معنی میده، قرآن هم معنی میده. و اما واژه دیگری که همین گویش گلواخ میگوین جعد است. در این گویش گلواخ به جاده میگوین جعده. اما همین واژه جعده در عربی هم هست. در عربی میگوین که جعده به گوسفند ماده میگن، ولی خب باز هم جعده از جعد میآید و در زبان عربی جعد را به معنی موی آشفته به کار میبرن. مثلا میگوین موی مجعد. خب مجعد موی آشفته یا مثلا موی نیمه فرفری که در فارسی به کار میبرن چه ربطی به گوسفند ماده دارد؟ پس این واژه در کردی معنی میده، اونم یعنی چی؟ جاده. ولی در عربی براش معنی آشفته ای ساختن. آره، یعنی گوسفند ماده، از اون ورم یعنی موی آشفته. خب موی آشفته چه ربطی به گوسفند ماده داره؟ و همینطور در فرهنگا نوشتن که جاده یک واژه عربی است که وارد فارسی شده است، در حالی که عربا خودشون نمیدونن که اصلا جاده یعنی چی. حالا نوشتن که جاده یعنی راه، ولی خب این جاده واژه جاده و همه واژه های دیگر هزاران سال پیش بودن. واژه جاده هزاران سال پیش بوده، زمانی که اصلا چیزی به نام جاده به اون معنی که ما امروز به کار میبریم اصلا نبوده، ولی واژه جاده بوده. پس این جاده رو
به چی میگفتن؟ این جاده در واقع فارسیه، جاده کوتاه شده جایده است. جای یعنی مکان، همون جا. دا همچنان که در برنامه های پیشین بارها ما از این واژه نام بردیم، حرف تعریف است که در انگلیسی آن را د می نویسند. و همچنان که گفتیم این حرف تعریف در میان گویش های ایرانی با خود واژه یکی میشه و یک معنی و یک حرف تعریف دیگری هم به خودش میگیرد که بیشتر در کردی هستش. این دا، تا، اینها حرف تعریفن. این جایده در واقع اگر بخوایم به انگلیسی برش گردونیم میشه the place، ولی میبینیم در زبان فارسی جایده با هم یکی میشن، یعنی نام با حرف تعریف یکی میشه، کوتاه میشه، میشه جاده، که امروز آن را جاده مینویسن، زیرا این الف آخر کوتاه بیان میشه و چون کوتاه بیان میشه در نتیجه در نوشتن ه مینویسن. برای همین است که در زبان کردی در گویش گالواخ به جاده میگوین جاده. در واقع جاده نام گوسفند ماده و مویه نمیدونم مجعد و این چیزا نیست. جاده گویشی است از جاده و یعنی جایده. و هنگامی که جاده درست شده در این قرن 19 هم و این چیزا، نام جاده را بر این راه گذاشتن. و یا پیشتر بالاخره بین هنگامی که ایرانیان باستان از حالت کوچنده دست برمی دارن و به زندگی در جاهای گوناگون می نشینن، خب بازم در ارتباط با همدیگر بودن، این شهر از این شهر به اون شهر می رفتن، از این روستا به اون روستا می رفتن، به اون راهی که دیگه شناخته شده بوده، از این روستا به اون روستا یا از این شهر به اون شهر، بازم به اون گفتن جاده. و هنگامی که جاده‌ای برای راندن ماشین درست شده، این نام جاده را هم روی اون گذاشتن. حالا میگن عربیه، اصلا عربا نمیدونن که جاده چه معنی میده و از کجا اومده. و اگر میدونستن معنی قرآن رو میکردن، معنی ذوالقرنین رو میکردن، معنی همه اینا رو میکردن. پس اینها در واقع همچنان که گفتم اگر بخواهیم بر سر وارد شدن و وارد کردن واژه ها سخن بگوییم، اینها کردیان وارد عربی شدن، که در برنامه های پیش ما بارها به این مسئله اشاره کردیم. و یکی دیگر از واژه ها جواد است. جواد هم خب همه میگن عربیه و از جاده سرچشمه گرفته است، جاده. حالا اینو چطوری چیز کردن؟ چون برخی از واژه های عربی این الف تبدیل به واو الف میشه، مثلا تابه، تابه خب همون فارسیه تاب دادن، ولی خب در عربی هم به کار برده میشه. بعد این تابه، تاب تبدیل میشه به تواب. و چون همچین واژه هایی رو دیدن، در نتیجه این جاده هم خب گفتن این عربیه، همچنان که تاب تبدیل شده به تواب، جاده هم تبدیل شده به جواد و یعنی شاهراه. یه معنی براش درست کردن، شاهراه، در حالی که این جواد و جاده هزاران سال پیش بوده و اصلا نه جاده‌ای در میان بوده و نه شاهراهی، ولی این واژه ها بودند در زبان عربی. نمی به شاهراه نمیگوین جواد، میگوین طریق السریع. و اگه معنی شاهراه میداد، خب اسمش بهش میگفتن جواد. جواد چرا بهش میگن طریق السریع یا طریق سریع؟ ببینیم که برای این واژه ها معنی ساختن. هر واژه ای رو که معنیش بلد نبودن، از روی حدس و گمان براش معنی ساختن. حالا ببینیم این جواد چه معنی میدهد. در برنامه های پیشین گفتیم که واژه های جاوا، زاوا، ساوا، جاوا، همه اینها یعنی همان جای، مکان.
اما چنین اتفاق افتاده است که این جاوا که گویشی است از جای و همان معنی را میده و با همون حرف تعریف دا اومده، جاوا دا با هم یکی شدن، کوتاه شده، شده جواد. فارسیه، عربا اصلا نمیدونن جواد یعنی چی و درست همان معنی اگه بخوایم برابر انگلیسی شو بگیم، the place، دا ده حرف تعریفه، جاوا place، the place، the spot، the space، the room، همه اینا رو معنی میده. جاوادا کوتاه شده، شده جواد. و در گذار زمان چون معنیشو بلد نبودن، خب جواده هستش، اینها بر میگرده به هزاران سال پیش. خب یواش یواش در گذار زمان در آغاز جواده بوده، خب کوتاه شده، شده جواد. خب نسل ها پس از نسل ها میگذارد، واژه هستش جواد. این جواد یعنی چی؟ خب نمیدونن جواد یعنی چی. میشه یک نام برای نامگذاری پسران و میشه شاهراه، و در این قرنهای اخیر میشه شاهراه. پس جواد و جاده هر دو یک معنی میدهند و نه و یعنی جای، مکان. ولی خب میبینیم در گذار زمان معنی های گوناگونی به خودش میگیرد و نه جاده، نه جاده، نه جواد، هیچ کدامش عربی نیست. اگه عربی میبود خب معنیشو میدونستن، خب در جمله حداقل یکی دو تا جمله به کار میبردن، ولی به کار نمیبرن. و یکی دیگه از این واژه ها جای زیر است. جای زیر یعنی جای زیر، منظور اینه که منظور سرزمین پایینه، زمین پایینه. جای زیر، جایی که در سرازیری قرار گرفته است. جای زیر کوتاه شده، شده جزیره، که امروز آن را جزیره می نویسن. حالا میگن که جزیره یک واژه عربیه و یعنی یک زمینی که در دریا قرار گرفته است. خب این واژه هزاران سال پیش بوده و اصلا عربا نمی دونستن که اصلا جزیره چیه، کجا هست، اصلا ندیده بودن. ولی واژه بوده. واژه نه تنها عربی نیست، فارسیه. جای زیرا شده جزیرا که اینطوری می نویسن. ولی همچنان که پیشتر گفتم، مثل همه واژه های دیگر، مثل بسیاری از واژه های دیگر، در گذار زمان چون کوتاه شده، شده جزیره، دیگه معنیش از گم شده، نمی دونستن که این یعنی چی. در نتیجه فکر کردن که جزیره یعنی وقتی که دیگه این مسائل دیدن یا شنیدن که یه زمین هایی هست که در وسط دریا است. در نتیجه فکر کردن که جزیره بایستی نام این زمین باشه که در دریا است، در حالی که جزیره کوتاه شده جای زیر است و یعنی زمین زیر، زمین پایین. و همچنین درباره خلیج، خلیج هم همینطور کوتاه شده خالی جای است. حالا خیلی ها میگوین، یعنی همه میگوین که واژه خالی یک واژه عربی است و از عربی وارد فارسی شده. و اگه اینطوری باشه دیگه هیچی، همه چیزمون عربیه. اینطوری نیست، اینها واژه های مشترکن. در زبان کردی خالی میگوین، حالی هم میگوین. و به جایی که بین کلیه ها و معده هست، در شکم یک فضای خالی هست، در کردی به خالیگه بهش میگن، حالیگم بهش میگن، یعنی جای حالیگای است. در واقع گای گویشی است از جای، حالیگای یعنی جای خالی، خالیگای یعنی جای خالی که کوتاه شده، سر هم میگن، میگن خالیگه. پس خالی و پس اگه این واژه واژه عربیه، پس چرا به کردی بهش میگن حالی؟ پس واژه خلیجم در واقع کوتاه شده خالیجای است که شده خلیج.
و همچنین همین نام کوتاه‌تر شده، شده خلج. در زبان کردی به یک فضایی که خالی بین دو پدیده، مثلا بین دو تا تپه یا بین دو تا کوه، یه زمینی هست که خالیه، هیچی درش نیست، به اون میگن خلج، که کوتاه شده خلیج است و یعنی جای خالی. و همچنین یکی از روستاهای اردبیل نامش خلج است. حالا چرا نام این روستا رو خلج گذاشتن؟ خب معلومه، یک جای خالی رو گیر آوردن گروهی از ایرانیان باستان. این روستا بسیار کهن است، یه جایی رو گیر آوردن که حالا خالی از هر چی بوده، از درخت بوده، از هر چی بوده. در نتیجه اونجا به زندگی نشستن، نام مکان زندگی خود را خالی جای گذاشتن که سپس کوتاه شده، شده خلج. اینها واژه هایی هستن که در فارسی هستن. همین خالیگاه در فارسی هم هست، خالیگاه میگن، توهیگاه هم میگن، خالیگاه هم میگن، به همون معنی که در کردی به کار برده میشود، با این تفاوت که در زبان کردی هم خالی میگن و هم حالی. حالا زبانشناسان اومدن برای واژه های فارسی و برای زبان فارسی واژه سازی میکنن. این همه واژه زیبا در فارسی هست، ولی چون معنیشون نمیدونن دارن از خودشون واژه درست میکنن. مثلا یکی از این واژه ها فرتوره. فرتور اصلا معنی نمیده. مثلا یعنی چی؟ یه واژه از خودشون درست کردن، به جای عکس به کار میبرن. در حالی که ما در برنامه های پیشین گفتیم مثلا واژه عکس چگونه به وجود آمده و چه و با چه گویش های گوناگونی هم بیان میشده است. عکس با الف بازم همون معنی رو میده، همچنان که فارسا به ویژه فارسای تهران عکس نمیگن، عکس میگن، یعنی الف بیان میکنن، ولی خب در نوشتن عین مینویسن و میگن این واژه واژه عربیه. نه، هیچ عربی نیست، اصلا عکسی نبوده در هزاران سال پیش، ولی واژه بوده. عکاسی نبوده ولی واژه بوده. پس این واژه ها پدید آمدن، یه چیزی، یه چیزهایی سبب شده است که این واژه ها پدید آیند، از همون آغاز نبودن. حالا اومدن فرتور رو گذاشتن. از یه طرف دیگر میگوین که آره، این پارسی، در واقع این فارسی پارسیه، معرب شدهش شده فارسی. خب اگر ف عربیه، پس چرا تو از فرتور ف استفاده کردی، به کار بردی برای یک واژه بیمعنی فرتور؟ اگر واژه ف عربی باشه، یعنی فارسی معرب شده پارسی باشه، اولا در عربی واژه پ وجود ندارد و به جای پ ب میگن، نه ف. مثلا میگه به جای پپسی میگوین بپسی، یا به جای پیپل میگوین بیبل. و به جای پارسی اگر معرب شده، فارسی اگر معرب شده پارسی است، پس عربا به جای پارسی میگفتن بارسی، نمیگفتن فارسی. فارسی خودش یک واژه فارسیه، منتها دانشمندان زبانشناس معنیشو بلد نیستن، یا اونایی که برای زبان فارسی واژه سازی میکنند. به هر حال، پس خلیج که کوتاه شده خالی جای است و یعنی جای خالی، ولی چنین پیش آمده که نام این خلیجی که امروز ما به کار میبریم و بهش میگیم خلیج فارس، نام این خلیج بر روی این دریا قرار بگیرد، زیرا بین دو تا این تک زمین دیگه زمینی نیست، خالی از زمین است و به جاش آب فرا گرفته است. از همین روی نام خلیج را بر اینجا گذاشتن که در اصل این معنی رو میده، یعنی خالی از زمین، که به جای این زمین خالی آب اینو فرا گرفته است. خلیج کوتاه شده خالی جای است. خالی هم یک واژه فارسی است و یا میشه گفت یک واژه مشترک
در فارسی و در عربی و در کردی و در گویش‌های دیگر واژه مشترکه. خالی جای کوتاه شده، شده خلیج. جای زیرا یک واژه اصلا 100% فارسی، اصلا عربی نیست، چون عربا به جای یا جا نمیگوین جای و به زیرم نمیگوین زیر. جزیرم کوتاه شده جزیره است، جای زیره است. و همچنان که گفتم چون کوتاه شده شده جزیره، در نتیجه معنیش گم شده، و چون معنیش گم شده مثل بسیاری از واژه های دیگر براش معنی درست کردن که آره جزیره یعنی پیشرفتگی خشکی در آب، یه همچین چیزی، و به معنی یه خشکی هست، یک زمینی هست که در درون دریا است. من در اینجا این برنامه را به پایان می رسانم. تا برنامه آینده شادزی شادکام باشی.